خدا چیکار کنه مردم بفهمن که باید برن سراغ امیرالمومنین علیه السلام؟ فهمیدن که تو جنگا آدمای شلوولی ان، فرار میکنن. خب روشون کم نشد، یه جور دیگه قضیه رو پیش بردن. توی نمیدونم سخاوت، توی علم، توی نمیدونم چه و چه و چه، رسید قرآن. خب اینا آمدن سریع قرآن رو جمع کردن. یعنی گفتم ما آمدیم قرآن رو جمع کردیم، جمع قرآن باشه، قرآن رو جمع کردیم. حالا میفهمی؟ خب برو خودش نمیاره که طرف نمیفهمه. اون موقع نه، الان هم کسی برو خودش نمیاره نمیفهمه. درسته یا نه؟ الان شما دیدین مثلا یه کسی که مفسره یا مثلا مدرک قرآن، مثلا رشته قرآنی داره، یه جلسه بذاره بگه آقا من میخوام تو این جلسه بگم من چه چیزایی نمیفهمم. نمیگم باید این جلسه رو بذاره ها، میگم کی باید من بفهمم که نمیفهمم. و بدترین خطر برای یه آدم اینه که نفهمه و فکر کنه که میفهمه. و متأسفانه در مورد قرآن اتفاق افتاد. روی ما کم نمیشه. خدا الف لام میم هم میگه، میگی میباسه این گفتی. قسم میخوره میگه باسه این خوردی، نمیخوره میگه باسه این نخوردی. هر چی بگه یه چیزی میگیم، کم نمیاریم که. رو که نیست ماشاءالله. این کاریه که بدعت گذاری کردن بعد رسول خدا. اصلا زمان رسول خدا اصلا کسی با قرآن اینجوری کار نمیکرد، کسی احکام از قرآن در نمی آورد. الان هم نمیتونه دراره. اصلا قرار هم نبود کسی از قرآن احکام دراره. قرار بود از پیغمبر اطاعت کنن. یعنی واقعا این که حضرت فرمودن دین وارونه شد، لباس وارونه تنش کردن، اصلا یه چیز دیگه است دین الان. ان هذا القرآن يهدي، هدایت میکنن. به چی هدایت میکنن؟ للتی هی اقوم. چیه که اقوم از قرآن؟ ها؟ اقوم از قرآن چیه دیگه؟ سوال نمی کنی؟ آیه رو می خونی؟ یهدی للتی هی اقوم. فهمودن اون امیر المؤمنینه، قیم قرآنه. این که تاریخ هم میگه، همم اقرار کردم.